سلام خدمت شما یک شما دوستا عزیز علاقمندان برنامه آشپزی خوش آمده. امروز باز هم به برنامه ما امروز ما میخوایم یک غذای بسیار خوب از کچالو آماده بسازیم، یعنی چپس سوخاریدار داشی. پس میریم مواد لازمش رو میبینیم. چپس سوخاریدار داشی، کچالو، نمک، آرد سوخاری، مرچ سیاه، تخم مرغ، ساس، مرچ سرخ، لیمو، شبت، مرچ دلمه، سیر و مرچ تازه. کچالو را ما اول به شکل بسیار خوب و درستش باید که برش کنیم، البته که به این اندازه. همه زیار ما به این اندازه برش میکنیم، آماده میسازیم، بعدش داخل دیگ آب اضافه میکنیم تا آب کاملا جوش بیاید. وقت آب جوش آمد و نمک هم اضافه میکنیم و حرارت شکم زیاد باشه تا نمک هم را با آب کاملا مخلوط شد و این کچالوی بسیار خوبی که هست کاملا به شکل درست برش کردیم، اینا را داخل آب اضافه میکنیم. اینا رو داخل آب وقت اضافه میکنیم، اینا کمک نرم میشن و برای 4 الی 5 دقیقه میگذاریم چون یک کمک نرم شد. وقتی کمی نرم سوخت خوده بعد از این داخل مواد انداخته میشه. 4 طرفش ما همراه با بعضی مسالایی که هست و بعضی ساسایی که هست آماده میسازیم و داخل سوخاری میزنیم. داخل داش میبردیم چون دو میگذاریم چون چی شد پخته شد نمیبردیم شد البته میگذاریم چون پخته شد. خب وقتی که پخته شد کاملا آماده شد، همراه از این ما میتونیم که از هات ساس هم استفاده کنیم، از سویت این چلی ساس همیشه و این میشه که یک چتنی بسیار تند و مزدار خودم آماده بسازیم. گروه هم میخواییم امروز خودم آماده بسازیم. همراه باشی، همراه با زرشک. چتنی زرشکی آماده میسازیم که مرچ بسیار خوب میداشته باشه و آب لیموی میداشته باشه که اونمو تم و مزی اصلی زیر میکشه و یک ذائقه بسیار خوبی رو به خود میداشته باشه. خب تا کچالو کمک جوش میخوره و آماده میشه، ما آرد سوخاری که این قسمت اضافه کردیم و داخل این کاسه است میخوایم که نمک اضافه کنم داخلش و کمی که مرچ سیاه و همینجا مرچ جوکوب. مرچ جوکوب سرخ هم داریم. کمی سیوم اضافه میکنیم تا مزی خدا بکشه و حال مخلوطش میکنیم. همین رقم مخلوطش میکنیم تا همه مساله که اضافه کرده بودیم باید همراه با سوخاری کاملا مخلوط شه. کاملا آماده شد. این سوخاری که آماده ساختیم این هم آماده است. دیگر ضرورت به کدام آماده دیگه نداره و حال نوبت میرسه به کچالو. به تخم مرغ. تخم مرغ برای کچالو باید آماده بسازیم. پیش از پیش یعنی تخم مرغ کاملا مخلوط کنیم و آماده بسازیمش. با سر باید این قسمت بانیم که فعلا ضرورت ندارم. هم دو سه چهار هم پنج. و حال خب پیش از اینکه مخلوطش کنم داخل از این ما یک کمک نمک اضافه میکنیم. این هم نمک و حال سفیدی و زردی تخم مرغ خوب مخلوط میکنیم. هرچه سفیدی و زردی کاملا مخلوط شده اونقدر بهتر و خوبتر ما میتونیم آمادش کنیم. خب این باشه، بعدا باز مخلوطش میکنیم ولی برای فعلا که ما ضرورت داریم یک کاسه کلان ضرورت داریم به خاطر کچولوی که داخل آب گذاشتیم
ما یک بار امتحانش کنیم ببینیم که به چی اندازه نرم شده. یعنی ما نمیخوایم اینقدر زیاد نرم کنیم میره که کاملا خدا بشارانه و بسیار نرم شده. فقط همه خیلی نرم شده که ما بتونیم خوبتر ایره برش کنیم و به شکل درست آمادش کنیم. خب از این کاسه کردم ما میتونیم داخل ازی خوبتر آمادش کنیم، چرا که داخل ازی اما بعضی ساسا و بعضی مساله که هست میتونیم خوبتر اضافه کنیم. خب یک کمه که دوگام جوش بخوره، سرپوش رو میگذاریم یکم تا این کمه دوگام جوش بخوره و یک کمه که از مغز کچولو کمه که نرم شوه. و البته ما میخوایم فقط تا 50% این نرم بسازیم، ولی 50% دیگه که ما رو پخته میکنیم داخل داش است که داخل داش باید رو بگذاریم تا پخته شه و همون مزه اصلی خود و همون ذائقه اصلی خود بکشه. ولی برای فعلا داخل آب وقتی آمادش میکنیم فقط پیش روش آماده میشه و وقتی داخل سوخاری میزنیم داخل تخم مرغ و سوخاری و مواد دیگه که آماده میشه داخل داش 100% پخته میشه و یک کمه که باید 4 طرف از قاقق هم باشه. این قاقق چی میسازه که ما باید داخل داش که میگذاریم تروش باید روشن باشه و اون پکه داخلش روشن باشه تا قسمت داخل زیره هم نرم بسازه هم مزه دار بسازه. خب جوش میخوره جوش میخوره تا کچولو یک کمه که نرم شه و کمه که خود برای بر بسازه ما اندازه که خود ما میخواییم. طرف خود کچولمون که بینیم معلوم میشه برای ما که چی اندازه آماده شده. به خاطر کچولو دبلتر است میگذارم میشه دقیقه دیگم و به خاطر از اینکه ما بتونیم خوبتر را به شکل درست آمادش کنیم مسائل هایی که ضرورت داریم مرچ سیاه، هات ساس و یک کمک هم مرچ سرخ از اضافه میکنیم. رو بعد یادم رو گرفته بود. خب برو با هدیه میتونیم یک غذا بسیار خوب و لذیذ آماده بسازیم، هم چتنی های مزه دار میتونیم آماده بسازیم که امروز میخوایم هم را با ربات هم یک کمک اضافه کنیم. یعنی خب اگر از زرشک آماده ساختیم نه، اگر از زرشک آماده نساختیم هم را با ربات هم خوب باشه. و باز کردن سرپوش هم آسان است، ما میتونیم با سادگی سرپوش را باز کنیم و یک سرپوش دیگه داره که وقتی از روب استفاده کردیم سرش را بسته میکنیم تا همه تو تازه و تازه باشه. و یک طریقه آسانه که شما میتونید از طریق 654 تماس بگیری و 654 دار کرده با تقریبش کلید 4 با هم کلید 4 دار کرده و بعد از بی میتونه پیامتون رو بگذاره و اگر خواسته باشه میتونه پیام شما رو هم نشر کنیم و همچنان میتونه به مینی مسیجتون رفته 44 نوشته با تقریبش پیام خدا بگذاره و با 654 روانش کنیم باز هم با ما میرسه و همون فرمایشا و همون غذایی که شما خواسته باشه براتون آماده میسازیم. ولی یک وقفه کوتاه داریم برمیگردیم. با شما هستیم دوست عزیز و بخش دوم برنامه که در این بخش ما باید که همه مواده که هست چیزی که هست یعنی میخوایم بخته کردن باید تیار باشه و این کچولوی رو که ما داخل آب گذاشته بودیم به می اندازه جوش خورد و به می اندازه بس شد. از این که دیگه زیادتر نمیخوایم که جوش بخوره به خاطر از این که اگر دوگام نرمتر شد باز خراب میشه که ما نمیتونیم از اینا استفاده کنیم. پس به خاطر اینکه بتونیم خوبتر و به شکل درست استفاده کنیم و یک غذا بسیار خوب مزه‌دار هم را از اینا آماده بسازیم به می اندازه بس شست. یک دانه دیگه شما دو آب مانده و خلاص اینا از داخل آب بیرون میکنیم این قسمت اضافهش میکنیم و حالا من بر شما گفتم که همه که مرچ سرخ اضافه میکنیم داخل این کچولو قسمت روش و از این مرچ جواب کوب کم کم اضافه میکنیم و هم یک اندازه حساسی که هست از این هم اضافه میکنیم و خلاص. و حال شد تمام کارش آماده است. خب این هم آرد سخوری که ما ضرورت داریم و این هم تخم مرغی که ضرورت داریم و این هم یک دانه قالبه که ما میخواییم داخل داش اینا رو بگذاریم. یک کچالو بسیار خوبه که میتونیم بدون روغن آماده بسازیم و قالب هم باید که
خب این قسمت خوب میشه. همین یک بسیار خوب جاش است. به شکل درست آماده میشه و این هم پنجه و این هم کچالو که ما آماده میسازیم. در چهار طرفش با تخم مرغ و این هم سخوری. خلاص. همین رقم همه این زیره باید داخل قالب بچینیم به خاطر از اینکه ما میخواییم یک کچالی بسیار مزدار آماده بسازیم. یک کچالی که یک ذائقه بسیار خوبی داشته باشه. هم پخته شد و هم مزه داشته باشه. به به چقدر مزدار میشه. باز هم داخل تخم مرغ و همین رقم ادامه میتیم تا وقتی که اینا آماده شد. برای این اگر ما یک هات ساس بسیار مزه‌دار و لذیذ آماده بسازیم یا یک چتنی بسیار خوب آماده بسازیم بسیار خوب میشه و همه قدر مزه‌دار هم میشه. و تا آخر ادامه میتیم همین رقم همه زیاره باید داخل این قالب بچینیم. از چهار طرفش میبینی که هم مصاله را برای خود میگیره و هم سخاری را به شکل بسیار خوب و درست به خود جذب میکنه. همین تخم مرغ، همین تخم مرغ، همین آرد سخاری، همین مصاله که هست هیچ کدام از این اما تو نمیمونه که یعنی این کچالو به خود نداشته باشه، همیشه به خود میداشته باشه و وقتی که پخته هم میکنیم یک مزه بسیار خوبی میداشته باشه، کاملا پخته هم میشه و یک کمک قاقق هم می باشه که مخاقی ازی مزی اصلی ازی رو می کشم. خب فقط همراه با دو پنجه بهتر می تونیم خوبتر آماده بسازیمشون. میکسریم همین رقم باز هم تخم مرغ و آرد سخاری ادامه میتیم تا همین رقم که آماده شد و چتنی که آماده میسازید شما میتونی از ماست هم برش یک چتنی آماده بسازید، میتونی از گشنیز و مرچ تازه هم میتونیم که آماده بسازیم، از بادنجان رومی هم میشه و یا اگر میخوای که از چتنی ها و ساس های آماده شده استفاده کنی هم میشه. خلاصه یک غذا یا یک پیش غذای ما میتونیم بگیم که خوبتره و مزه‌دار است که ما میتونیم هر وقتی خواسته باشیم نوشیجان کنیم. و به خاطر از اینکه ما بتونیم خوبتر رو به شکل درستش آمادش کنیم یک اندازه روغن هم بالایش اضافه میکنیم تا یک کمک سرخ شوه. همه خدا روغن با کافیست. اگر روغن زیتون باشه بهتر خوبتر میشه و همین اندازه ما همش آماده ساختیم و یک کمک نمک دیگه هم بالاش اضافه میکنیم همراه با مرچ سیاه. این شد همه مواد ازی که کاملا آماده ساختیم و نوبت داش که داخل داش بگذاریمش تا آماده شدن. خب داخل داشتیم میذاریم تو رو هم روشن و درجه داشتم باید که 220 درجه 210 درجه سانتیگراد کافی است براش میذاریمش تا آیسته آیسته آماده شه و کاملا باید که این غذایی که آماده میسازیم این کچالویی که آماده میسازیم باید پخته هم شود و حال نوبت میرسه به آماده ساختن چتنی ازی که ما میخوایم یک چتنی که بسیار خوب برازی آماده هم کنیم. یک چتنی که ذائقه بسیار خوبی داره، مزه بسیار خوبی میداشته باشه و همچنان باید به یک شکل بسیار خوبی آماده بسازیم تا ما بتونیم خوبتر از این غذایی که آماده میسازیم نوشیجان کنیم. خب یک دانه مرچ دلمه که اضافه میکنم داخل چتنی ازی بخاطر سبزی رنگش که زیادتر شود و
یک کمکی مرچ تازه هم اضافه میکنیم. تو این مواد تو ترکاری از زیر میخوایم آماده بسازیم برای چتنی. میریم یک وقفه کوتاه و برمیگردیم. با شما هستیم دوست عزیز و بخش سوم برای کچولو داخل داش بندیم تا آهسته آهسته آماده شود و این سبزیجاتی هم که هست ما میخوایم داخل میکسر اضافه کنیم و یک چتنی هم تو بسیار لذیذ و مزه‌دار آماده بسازیم. اینا ایجا باشن کار میشه و ما میتونیم از اینا خوبتر یک چتنی آماده بسازیم و این میکسر کار داریم و این ماشینش که میخوایم یک چتنی که بسیار مزه‌دار برش آماده بسازیم. اینجا باشه و ها اگر شما میخواهید که با برنامه تلویزیونی یک یعنی برنامه آشپزی با تماشا شوید شما میتونید 654 تماس گرفته با تقریبش کلید 4 باز هم کلید 4 دایر کرده و بعد از بیب میتونید پیام تان بسازید و همچنین میتونید به مینوی مسیج تان رفته 44 نوشته و تقریبش ما پیام خوده یا کدام فرمایشی که میداشته باشه بنویسید و با 654 روان کنید باز هم با ما میرسه که به دو شکل آسان ما میتونیم پیام شما را بگیریم و این هم شبت بسیار مزه داره که داخل این میکسر اضافه میکنیم و یا مرچ تازه که داخل از اضافه میکنیم و هم مرچ دلمه که یک کمی که داشته باشه بهتر است همه قدر کافیز برش و یک دو دانه سیر هم اضافه میکنیم و هم آب لیمو. آب لیمویی که ما میخواییم داخل از اضافه کنیم تا یک مزه خوبی داشته باشه و به شکل بسیار خوب یک چتنی بسیار خوب آماده بسازیم. در همیش در باید داشته باشه غذای سرخ شده که آماده میسازی باید که چه باشه؟ لیمو باید داشته باشیم و ایرم امروز ما میخواییم که داخل این چتنی آماده بسازیم. اگر لیمو نباشه میتونی از سرکه هم استفاده کنی. یام شد مکمل آب لیموی که داخل میکسر اضافه کنیم. یک دونه خستگی که داخل میکسر افتیده باید که بگیریم. ها خب هم موادی که آماده ساختیم داخل میکسر است و حال روشنش میکنیم. و همین رقم آسست و مخلوطش میکنیم تا یک چندی خلیصی پر ما آماده شد. آبی آب نداره و می خاطر که آب نداره چی میکنه؟ خدا مخلوط نمیکنه و می خاطر باید یکمه که منتظر باشیم. خب یکمه که روغن زیتون خوب اضافه میکنیم داخلش خمیل از اضافه کنیم تا بتانیم این چتنی را خوبتر آماده بسازیم. یک کمک دیگه هم باید مخلوط شد تا خوبتر ما بتونیم ایره آماده بسازیم. فقط مرچ دلمش که یک کمک کلان کلان است ایره ما میده کنیم و خلاص.
وقتی چندی آمده میشه کچولو رو ببینیم. واه چقدر یک رنگ بسیار مقبول رو بر خود گرفته و 100% آماده هم شده. از داخل داش بیرونش میکنیم. این قسمت میگذاریم میبینه که هم خود رنگ خود تغییر داده و به شکل بسیار خوب و اما تو درست آماده شده و چتنی را هم ما گذاشتیم تا خوب مخلوط شد و به شکل درست باید که آمادهش کنیم که یک مکس دیگه هم ضرورت داره و خلاص. یام شد چتنی ازی ولی معلوم میشه که این چتنی بسیار تند است. خب چتنی ازی را هم آماده ساختیم و ای هم کاسه که چتنیه که ما میخواییم این قسمت بگذاریم. یا هم چتنیش که آماده ساختیم و نوبت از ایست که کچالوهای را که آماده ساختیم همیشه داخل بشقاب همین رقم تحسینش میکنیم. و ای هم کچالو که ما گفتیم آماده شد به شکل بسیار خوب درست و یک چتنی مزه‌دار هم برای شما آماده ساختیم که فقط همین رقم ولی چتنیش بسیار تند است. به به چهار طرفش قاق قسمت داخلش هم نرم بسیار مزه دار. و هم چتنی بسیار مزه دارش دوست عزیز. این بود برنامه امروز و باز هم در اخیر تشکر میکنیم از روبه هدیه که یک روبه بسیار خوبی را آوردن و ما تانستیم خوزار خوبه با روبه هدیه آماده بسازیم و تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم با یک خوزار خوب و مزدار شما را به خدا اندر پاک بینیازم کنم. شاید موفق باشی، خوش خوشحال باشی، خداحافظتان. چپس سخاریدار دوشی کچولو نمک آرد سخاری مرچ سیاه تخم مرغ ساس مرچ سرخ لیمو شبت مرچ دلمه سیر و مرچ تازه